بیشتر از یک ماه می شود که طالبان بر پایتخت افغانستان حاکمیت می کنند. اما با روی کار آمدن کابینه دولت امارات اسلامی و حسب وزارت امور زنان، امروز بیشترین زنان در پشت درب وزارت امور زنان آمدند و خواستار حقوقشان شدند. حق خدا می خواهیم، اینا غرفتی که میایی ما را بازی بدن، بر ما فریب میتن، دروغ میگن، میگفتی دیگه بیایی، این گروه نیست، گروه دیگه است. بالاخره ما تصمیم به این گرفتن که لبی وزارت پلین میبرن، وزارت حزبه میبرن، به نام زن دیگه چیز وجود ندارن، خیلی کار کنن. بگیرن تمام زنان وزارت امور زنان را جمع کنن، در یک جای تیل بکشن، بم بندازن، پول ما را از بین ببرن. تمام ما خود ما مسئولیت فامیل خود به دوش دارین، تمام زنایی که اینجا ببینین مسئولیت فامیل به دوش دارن، تمام وزارت امور زنا مکلف فامیل خود بودن، مسئولیت فامیل خود داشتن. دیگه ما نمیتونیم بیوه داریم، بی سرپرست داریم، شوهرشان معتاد است، مسئولیت فامیل خود داریم. بالاخره ما تحصیل کردیم، تعلیم کردیم، نمیخوایم دیگه در خانه بشینیم. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از زنان خواسته است تا ایجاد حکومت همشمول در خانه هایشان باشند. آینده و حکومت آینده پاسخگو باشه. ما میخوایم قوانینی طرح شود که برای تمام قشر جوان ما فعالیت ها باشه، ولی در چارچوب شریعت اسلامی. این در حال است که بیشتر زنان نانآور خانوادگی خود بودند. میگویند اراث از طالبان دارند و خانواده 4 نفری خود را حمایت میکرد. با روی کار آمدن طالبان فعلا در خانه نشین شده. بگم که بی تال روز است ما اولادایم ریزه ایم ما بخیم میترسیم مگو خود مکش که بگم نبره اولادایم نمانه بگم نره زنای بیوار ما بگم شتارم خانهش ما رفتم کار مکدم اگه این آلو هم فامیل چی کلگیش رفته دیگه هر وقت که بود اونو بیچاره یک دیسپیشی مکده دیگه و خدا یعنی می یک مارم یک رقم تیر کدم یک رقم جام دادم که نگه من نه مرگ میدنه دیگه میده کاش خدا من مرگ میده. حال از روزی که طالب آمده باز بیخی نکار آده مردم نه نان خوش پیدا نمیشه دیگه چی قبل در جایشه. دیده شود که امارات اسلامی چه وقت و چه زمانه زنان را شامل در حکومت میسازد. فیاض نجمی، خالد میدیا.